دنیای اندیشه کونگ فو. چرا اسرار کونگ فو فاش نمی شود؟ در معابد و دانشکده های کمیته تن و روان، اسرار انسانی به مکتب فلسفه راز تن و دریایی از اندیشه آدمی سوسو می زند. این اسرار به آنهایی سپرده می شود که به راز کونگ فو سر سپرده شوند، و این راز رمز پختگی است. گر به خود آیی، به خدایی رسی، به خود آ. این سوال از راهبران کونگ فو می شود: انسان تو کیستی؟ چرا به دنیا آمدی؟ و چرا به مرگ پایانی؟ در راز کونگ فو، تولد متکی به یک فلسفه و چه عبادت است؟ به زبان ساده، تولد پایگاه عبادت است، و اگر انسانی پا به جهان گذارد، گویند اندیشه‌ای به رشد پا گرفته است. و اگر انسانی به مرگ رود، گویند به برترین قدرت توانایی خیش رسیده است. فاصله بین تولد و مرگ را جوشش اندیشه نامند. در معابد کونگ فو، راز مطلوب سلول‌های مغز و کالبد سالم و توانا در قدرت عجیب فیزیولوژی رو می‌گیرد. مهمترین موضوع معابد کونگ فو در این است که از پاره شدن اندیشه به وسیله عوامل خارجی شدیداً جلوگیری شود. به عبارت ساده، هرچه که فکر از چشم می‌گیرد باید در آن متمرکز شود. آنچه را که در تالار اندیشه در اثر فکر کردن آزاد رخ می‌دهد، عبارت است از بازگشت انسان به ذات خود. در اثر این نوع فعالیت هنرمندانه مغز، فرد قادر می گردد که بتواند به یک موفقیت از زوایای مختلف نگاه کند و از روشنبینی ویژه‌ای برخوردار گردد. در طریقت تمرکز فکر کونگ فو، فعالیت خلاقه در تمام حوزه‌های هنری فکر خود به خود دیده می شود. آنچه در اثر فکر کردن بدون وقفه، گسترده و عمیق اتفاق می افتد، در پایان منجر به تولد فرد اندیشمند می گردد. با دست آویز به فکر کردن، علت ناکامی و ریشه تشویش ها و نگرانی ها کشف شده، و بعد از موفق شدن در این راه به تولد تازه یا تولد دیگری میرسد که در کونگ فو بدان خالق میگویند. در تاریخ وضعیتی از شرح حال پیامبران، اندیشمندان اجتماعی و هنرمندان و انقلابیون مشاهده بسیار شده است. تمرکز فکر، حرارت فکر، گرایش شدید در راه به وجود آوردن کوتاه‌ترین ارتباط انسان و قدرت خلاقی اوست. بدین آرمان است که آرامش انسان پایه می‌گیرد و تضاد بشریت از بین می رود و به اصطلاح برادری در مقام برابری به انسان رو می نهد. سلول های مغز انسان دارای این استعداد است که به طور مداوم یا متناوب به فکر بکوشد و جواب بسیاری از مسائل پیچیده و در هم بر هم و غیر قابل حل را کشف نماید. در شیوه و طریقت کونگ فو،
نیروی تن و کار دارای ارزش والایی دارد. همانطور که قبلا آگاهی یافتم، تمرکز فکر عبارت است از بازگشت به فیزیولوژی انسان از طریقت کونگ فو است. راهبران کونگ فو به دانش علمی و فلسفه پختگی فکر و نیروی تن باز نشستند و اندیشیدن را از طریق سلسله اعصاب و نیروی تن مقام ویژه‌ای قائل شدند. انسان کونگ فو قدرت بستوانایی دارد که جنگاوری، مبارزه تن به تن، قدرت جسارت، شهامت، بیباکی در حد یک انسان غیر قابل تصور از خود نشان می دهد. در طریقت کونگ فو راهبر به اندیشه همراه راه باز می کند، او را به عبادت خیش برای برترین توانایی تن و راز فکر آماده می کند، به نیایش خیش می برد تا به حسی زمان آگاهش می کند و استدلال منطقی در او به وجود می آورد، چون زندگی بر پایه پرسش و پاسخ منطقی استوار است. صدای راهبر در فکر شاگرد فریاد هستای اوست. اسرار کونگ فو همیشه بین استاد و شاگرد باقی است و این راز باز شدنی نیست. در مکاتب علمی کونگ فو که پایانش را پروفسورا می نامیم و درجهش را به شالبند قرمز خطاب می کنیم، در این حد همراه زمانی به راه بریده است می‌یابد که قدرت خلاقه تازه‌ای به جهان دهد و این نمایش زبان او در فکر و اندیشه اوست و بدین سان راز کونگ فو برای شاگرد یک نوع پختگی فکر است. انسان تصویر جاودانه تو از اندیشه توست.